بسم الله الرحمن الرحیم. البته بررسی کتاب مقدس از نظر احکام و بررسی تطبیقی با قرآن و احکام اسلام اون جای جدایی داره، اما فعلا اجمالی میخوایم بگیم و ایرانی ها بدونن جنایتی که بنی اسرائیل اومد انجام داد، 10 کتاب از این کتاب مقدس که مورد تایید یهود و مسیحیان هستش در رابطه با استر هستش. استر همسر خشایارشا که بعد از اینکه به ازدواج پادشاه ایران در میاد حکم حکومتی میگیره و 1/10 مردم ایران رو در روز 13 فروردین، که من فکر میکنم اصلا بحث 13 به در یعنی 13 که فرار کنیم، به یاد اون روز بوده که در این روز اومدن جنایتی رو انجام دادن و حداقل 1/10 ایرانی ها رو کشتن که حکم حکومتی گرفت که هر کسی که دشمن یهودی ها باشه یا یهودی ها رو کمک نکنه کشته بشه و کشتن. و هر سال به یاد این روز یهودیان میان و جشن میگیرن، اما حکم کشتن در کتاب مقدس. کسی که لعن بکنه پدر و مادرش رو، لباس انجام بده، جماع بکنه با حیوانات، زنا و انواع اقسام اعمال قبیح، همش حکم کشتن رو داره. گفتم تنوع بیشتر، اثبات آسونتر هستش در کتاب مقدس و این اتفاق الان هم داره میافته. حالا یک کسی بگه چرا این احکام رو عمل نمی کنن؟ دارن عمل می کنن نسبت به مسلمون ها به نحو دیگه ای و امروز دنیای یهود و دنیای مسیحیت با هم متحد شده بر علیه دنیای اسلام. نسخه جدیدی از اسلامی که اسلام خشن هست درست کرده و به بهونه های مختلف به مسلمون ها دارن حمله می کنن. یادم هست یه نفر پرسید اینو چرا عمل نمی کنم؟ گفتم خب تدین ندارم. گفتم خب این کتاب قبول ندارم. میگن قبول داریم و میگن فعلشون میگه قبول نداریم. من به شما بگم بین تمام این تفکرهای مختلفی که بنده اومدم و خوندم، تنها تفکری که پایبند به مبانی خودش هست و میتونه دفاع بکنه هم از تاریخش و هم از مکتبش و هم از گفته های بزرگانش فقط شیعه هست و غیر شیعه اصلا نمیتونه این کار انجام بده. تناقض داره، پارادوکس داره کلامشون با فعلشون، کلام جدیدشون با کلام قبلیشون. سفر خروج فصل 21 شماره 12 صفحه 90، هر که انسانی را بزند و او بمیرد حیوانی کشته شده. سفر خروج فصل 21 90 صفحه 90 15 و هر که پدر و مادر خود را زند حیوانی کشته شده. 16 هر که آدمی را بدزدد و او را بفروشد یا دستش یافت شود هر آینه کشته شود. چقدر از آمریکایی ها که اومدن آفریقایی ها رو به عنوان برده بردن و دزدیدن باید کشته بشن. حکم کسی که انسان بدزده کشته شدن، وای به حال این که از اون سر دنیا بلند شه بیاد مردم این سر دنیا رو بکشه، وای به حال این که از اون طرف دنیا با جادوی سفید خودش بیاد و انسانها رو منحرف بکنه. طبق این کتاب مقدس باید سنگسارشون میره. هر که پدر یا مادر خود را لعن کند هر آینه کشته شود. فصل سفر خروج فصل 22:18 زن جادوگر را زنده مگذار. هر که با حیوانی مقاربت کند هر آینه کشته شود. هر که برای خدای غیر از یهوه و قربانی کند هلاک گردد. کسی که بسکدر هم نگه داره. سفر خروج فصل 31 صفحه 104 شماره 12 یهوه موسی را خطاب کرده گفت و تو بنی اسرائیل را مخاطب ساخته بگو البته سبتهای من را نگه دارید، زیرا که در این میان من و شما در نزلهای شما آیتی خواهد بود تا بدانید که من یهوه هستم که شما را تقدیس می کنم. پس سبت را نگه دارید زیرا که برای شما مقدس است. هر که آن را بی حرمت کند هر آینه کشته شود و هر که در آن کار کند آن شخص از میان قوم خود منقطع شود. فصل 35 سفر خروج صفحه 109 موسی تمام جماعت بنی اسرائیل را جمع کرد به ایشان گفت این از سخنانی که یهوه هم فرموده است که آنها را انجام دهید. 6 روز کار کرده شود، در روز هفتمین سبت آرامی مقدس یهوه برای شما، هر که در آن روز کار کند کشته شود. کشتنش هم گفتیم ماجرای اون هیزم جمع کنی که سنگسار شد. لاویان هر که با
مولک ازدواج کنه حکمش کشته شدن هستش، هر که پدر و مادر خودش رو لعن کنه حکمش کشته شدن هستش، انواع اقسام زنا حکمش کشته شدن و سنگسار و بقیه مسائل هستش. زن و مرد جادوگر هم که اومدیم و گفتیم مبنای فکری جنایت ها و بمب ها و وسایل کشتار جمعی کجاست؟ چه مبنایی داره که آمریکا و انگلیس و بقیه کشورها ناتو رو تشکیل بدن و یک دفعه‌ای هجوم بیارن بر سر انسان‌هایی که هیچ چیزی در دست ندارن، عروسی‌های اونها رو تبدیل به عزا بکنن، بچه‌های کوچک اونها رو کوچکتر بکنن، قطعه قطعه تر بکنن، عروسان اونها رو لباس سرخ به تن اونها بپوشونن، بچه‌ها رو بدون مادر و بی مادر و بی پدر بکنن، غزه و کرانه باختری و فلسطین و افغانستان و عراق و ویتنام و جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم و کار رو به اونجا برسونن که اون نظامی بوسنی، نظامی که در این دو کشور مشغول جنگ بود، تعریف میگه، گفتن آیا شد دلت به حال کسی بسوزه؟ گفت فقط یک بار. گفت کدوم بار؟ گفت اون باری که شکم زن مسلمانی رو پاره کردیم، بچه او رو بیرون آوردیم، سر او رو جدا کردیم و با سر بریده او فوتبال بازی کردیم. نتیجه بمب‌های شیمیایی از کجاست؟ این بمب‌های شیمیایی از کجا آمده؟ چرا هواپیمای ارواسی که مسافربری بود و انسان‌های بیگناه کودک بود که با امید و آرزو داشتن سفر می‌کردند، ناب وینسنس به اونها حمله کرد و اونها رو از بین برد؟ چه اتفاقی در پاراچنار داره میفته؟ چرا وسائلی استفاده میکنند که این وسائل مصیبت هایی رو به بار میاره که تا شاید قرنها نشه پوشون و نشه پاک کرد اون جرم ها و جنایت ها؟ این تفکر از کجا نشأت میگیره؟ آیا اینهایی که حمله میکنن مسیحی نیستند؟ یهودی نیستند؟ اگر مسیحی و یهودی نیستند، چرا جامعه مسیحیت بر علیه اونها قیام نمیکنه؟ چرا محکومشون نمیکنه؟ که چرا آمریکا باید در هر کشور دنیا پایگاه نظامی داشته باشه؟ مگه آمریکا کیه؟ آمریکایی که خودش به پوچی رسیده و اونهایی که تحلیلگران دارن میگن صدای فروپاشی کاخ سفید همچون فروپاشی کاخ سرخ در حال شنیدن است. این حرفی هستش که حضرت امام در نامه‌ای که به گورباچوف نوشت بیان داشت و گورباچوف این مصاحبه‌ای که ازش اومد و درد شد، اتفاقایی که الان در آمریکا داره میفته تداعی میکنه یاد به خاطرات روزهایی که حضرت امام نامه نوشت به کاخ سرخ و به گورباچوف و او رو دعوت به اسلام کرد. اللهم اجل ولیک الفرج، به امید ظهور منجی انسانها، تا تمام انسانها در تحت رهبری واحد به سعادت خودشون برسن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم.